با سلام بچه های کول گیمر، خوش آمدید به یه برنامه آشپزی دیگه با مستر سراشپز کول گیمر، که امروز قراره یه غذای به شدت خوشمزه و محبوب و محلی میخوایم درست کنیم و به شدت این غذا درست کردنش خیلی سخت و کمیاب هم هست تو مشهد. البته الان میدونم خیلیاتون میدونن چه غذاییه و سالانه ما بیش از ده ها هزار نفر کشته میدیم سر این صفای نزدیک، چون فقط این غذا در نزدیکی ها بیشتر پیدا میشه و چون مگم دیگه هم سخته درست کردنش هم گیرونه و بیشتر توی عزاداری و مهمونی و اینا نظری میدن و ملت هم ساعت ها حاضر حتی ممکنه یه ماه تو صف وایسن که یه بشقاب شوره بخورن. و امروز ما آمدیم در بازی کوکین سیمیلیتور وی آر اومدیم غذای محبوب دلها رو درست کنه و همون شوره مشدیم که بخاطر این ویروس کوفتی دو سالمون نتونستم بخورم. همینطور که ببینید من اینجا از قبل رفتم وسیله های مورد نیاز رو برای یک شعله مشهدی آماده کردم، که اینجا گوشت و پودر مختلف و حبوبات و روغن و دیگر محصولات که حالا در ادامه ویدیو میبینید که شما در اینجا توسط آشپز حرفه‌ای کول گیمر یاد میگیرید که چطور یک شعله مشهدی درست کنید، که البته ما دارا تو زندگی شعله مشهدی درست نکردم، فقط خوردم. واقعا البته دارم اشتباه بزرگی میکنم، واقعا اصلا شعله مشهد کار احمقانه است درست کنم. تنها راهش اینه که چهار تا شماره داشته باشی، یک نرم افزار شعله یاب توی روزان محرم و اینا آماده باشی. اینجا شعله میدن، لیتس گو. بعد رفیقاتم خبر میکنه بریم شعله بکنیم. میشو گفت از بین هر 1 میلیون نفر فقط 1 نفر عاشق شعله نیست، یعنی از بین 1 میلیون نفر فقط 1 نفر شعله دوست نداره، که اون به خاطر اینکه کمی مشکل داره و به خاطر اینکه از حبوبات و ایناش نمیتونه شعله بخوره، ولی همونم مخوره و بعدش میمیره. خب اولین مرحله برای درست کردن شعله، اول باید موادمون رو آماده کنیم که برویم سراغ پیاز. پیاز خیلی نقش مهمی در این شعله دارد. اینجا ما پیاز جعفریمون رو برم بدونه دو عدد. این شعله که میخوام درست بکنه برای 6 نفره. اینجا برم اینجا اینه رو خاش خاش کنم. اینجا چاقومون رو برم بدونم. اول بعد این پیازا رو بعد اینجوری مثل نگین نگین، که نمیدونم نگین نگین مدرسه چیه، توی کتاب آشپزی نوشته بود، اینا رو ببره و آها خیلی ریز ریز همین بعد ریز رو کنه، ریز نگین نگین مدرسه خیلی ریز بعد بشه، که ما داریم همین حرکت رو انجام میدیم. بله اصلا مثلا تا چشم بستم بزنم دیدین حاجه از این بعد خواست آبوش بخونه پیاز میخواستم بخونه مرتضا کنه. خب پیازا رو ما تقریبا به صورت نگین نگین که چسب کنم پیاز دست انسان انقدر درست من همینم کافیه برم بشقاب بیارم اینا رو برم سرخ کنم. این خوبه به به به. و از روغن آفتابگردون خسرو استفاده کنه، اسپانسر من هستن، بخرن گام خوره آفتابگردون نخورن روغن آفتابگردونه چی؟ خسرو اسکار نداره، اسپانسرمونه، پول گرفتیم اینا مفته بشکنم زیاد ما ضرر نکنه، اینا رایگانه. اینجا میذارم جای اجاق گاز. نشکنی تو برای این ماهی تابانه منم بردارم، بعد میذارم روی و منم یک کفگیر برمیدارم. اینجا هم ماهی تابه هست، این ماهی تابه بیشتر دوستان، این عالیه. خب اینجا ما حسینه تو زف بریزم، همینجوری با احتیاط میبینیم، خیلی استرسش هم زیاده. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا بریز دیگه، بریز دونه دونه برمیدارم اندازم توش، کاملا ما بهداشت رعایت بکنیم. جا هم میتونم از برای زدفیکه از فود استفاده کنم. تموم شده. خب کافیه، همین مقدار پیاز کافیه. این روغن خسرو رو چیزم تو این ویار آه خسرو یه روغن دیگه هم بده، خدا مشتری واسهت میاد. قول میدم یعنی بچه ها از این روغنش نخیره نکنه، میفته میشکنه، نباید بشکنه. درش برمیداره و روغن رو میریزیم، یه مقدار کافی نکنید، همین ته بشقاب بگیره تمومه، مشکل نه. ساعت هم 12 هست. خب زیر اجاق رو روشن میکنیم حرارت ببینه و اشتباه روشن کردیم.
به 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 چه صدای دل نشینی کف گیری بده نبر هم بزنم. خب حالا جا که پیازه رو گذاشتم بپزه باید پیازا طلایی بشن، پیازه که نگین هستن و در واقع نگین نیستن، منظور اندازه اش اینجوری نگاه اینجوری. به 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 یه تایمر هم بتونم بذارم که مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه 10 دقیقه اینجا بگیره سرخ بشه. حالا بعد همم هم بعد بزنه هم زدن خیلی مهمه در پیازه، فکر کنم روغن بیشتر میخواد روغنش کمه. خب ما بریم سراغ محله بعدی. محله بعدیمون از کتاب آشپزی هیان کردم. حباتو میگه از دیروز باید آب بزنه. خب ما کچه سک مشکل نیست، اینجا ما یه قابلمه برمه داریم، میرم اینجا آب توش میکنم بریز. حالا برم حباتو داخل این بریزیم که خیس بخورم. وضعیت پیازه رو بگیرم بذار یکشو بردارم اینم هنوز طلایی نشده. ما برای سراغ خیس کردن حباتو ما نخود سفید پیدا نکردیم، کلا پیدا نکردیم و از این استفاده میکنم، قیافش شبیه نخود میخوره. حتی این پودر خب مشکل نیست، ما پودر رو میریزیم. خب این انجام شد. پودر بعدیمون چیه؟ پودر زنجفیل. آره پودر زنجفیل بود. پودر زنجفیل این بود، ببخش اشتباه شد. پودر زنجفیل میریزیم 30 گرم و نخود، لوبیا. میگم لوبیا نه پیدا نکردم، البته واسه ما طبق دستور عمل دادن پیش نمیره، ما اصلا به سبک خودمون شله مشدی پزه اصلا برام مهم نیست. خب اینجا بقیه حبابات میریزیم، این از این، اینا پیاز جعفری مقدار کافی، اصلا هر چقدر دوست دارین بریزید اصلا مهم نیست. این از این، اینا بلغور گندمه، بلغور گندم میریزم. اینم جور هند چی بود؟ پودر هندی بود، چی هندی بود؟ نمک، نمک به مقدار کافی. اینم به حساب چیزی، فلفل سیاه، ولی به حساب چیزام بذارم برنج. آره همونطور که می‌بینید فقط روغن سیاه شده ولی پیازا طلایی نشدن. واقعا نمیدونم داره چه اتفاقی میفته، چرا اینجوریه واقعا، چه ماهتابیه. آقا باز خسرو یه روغن دیگه ما بده، از روغن زیتون استفاده میکنم، روغن زیتون بده زیتون. خب بریم قابلمه‌مون رو بزنیم روی اجاق و برسیم سر محله جوشوندن حبوبات و بقیه عملیات. بله 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 خورم سخت طلایی شد دیگه، دیروز کار میکردی دیروز طلایی شدی، چرا الان طلایی نمیشه؟ چرا اینجوری داره کش میاد؟ روحشون داره بدنشون داره جدا میشه، یعنی چه؟ داشت بیا اینجا بینام بپس چرا طلایی نمیشی؟ آقا ولش کن، ما شما رو قبول دارم، شما پخته شدی، شما پخته شدی، دست شما در نکنم. میرسیم به اصل محله، اینجا ما حبوبات اونجا با هم بزنیم، اینجا به محله چون بزنیم. بعد از اینکه بچه وقتی شل مشدی به محله این که رسید حبوبات نه همه آماده شد و ریختن توی دیگ، اینجا ما دیگ نداشتیم، این قابلمه یکم بزرگتر فرض کنه این آره دیگمونه. آها به به و اینجا ما پیازمونم میریزیم با روغناش. آها به به اینجا روشنش هم میکنیم تا وقتی حبوبات بشه. بذار حالا اول گوشت رو آماده بکنه واسه. اینجا ما گوشت گوساله داره. شما فرض کنید گوشت گردنه. آره. خب اینجا مثلا همه چیز ناقصه. گوشت رو جوی تیک تیک میکنیم. درشت هم بعد تیک تیک کنه که وقتی که داره مخورنش غذا رو زیر دندونش اینجوری بیاد. اینجوری نکنه تیک تیک. آها نگاه به به. این گوشت دنی شوله مشدی نقش بسیار مهم می داره، یعنی اون کسی که نظم ده برای گوشت معلوم بشه که چقدر مایه گذاشته. آره گوشت رو بپزم بزنم توی غذا یا نه؟ آره میپزم بعد میرزم توی دیگه ما. خب روغن بری 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 برو گت فکر یا روغن یه مقدار توش بود. خب حیف اومد کردم بخش الان باز یه سری کامنت میذارم چرا اینا رو داره هدر. خب اینجا نگاه کنم خب بشخوام میذارم و گوشت رو میرزم تو ظرف. به به مهم نیست مهم نیست، اونم از روزه این جمع بکنم، نگران نباش اونا تمیزه، ولش همین مقدار کافیه. به 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 کفگی رو بردارم از اینجا. آها هم بزنم گوشت رو سرخ کنم. این پیازا سرخ شده طلایی نشده، اینجوری فایده نداره. بیا برم تو فر بزنم جا نمیشه گوه خورده بعد جا میشه. بره ای من میرم. اوه خراب شدی الان. بیا زیاد محکم بس تو. بیا بیرون. بیا بیرون از اندکم بیا برو پایینی. آقا جام یخچال دارم بچه‌ها. خونتون بسوزه. نگاه اینجا پنیر دارم. پنیر نه. میگول. میگو هم میذارم تو شولم. غذا خاصش کنم. Get out of here. ماهی. حالا کسی تو شولش ماهی نلخته بود. ماهی میزه. واسه واسه. ماهی رو بعد زپ اسلامش کنه. واسه اینجوری نمیشه. بگو می‌خوره. الان کله پیورم. تمام شد. بابا. آه روشنه. وای این همه مدت اون گاد جلوی روشن بوده، خاک تو سر. الان تازه داره غلغل میکنه. این چجور گوشش پخته شد؟ آه بزن یه چی چیزی دارم بریزم توی چیز ما. آه سیب زمینی سیب زمینی. آه 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 برای تبرکش یه دونه سیزنی مندازم که طعم بگیره. تمام شد دارم. سس چی؟ سس دارم، سس خیلی خوشمزش میکنه. این چیه؟ سس
بخ من نگاه ربط اخ رنگش رو تغییر که واسه نه 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 رنگ زرد رنگ زرد باید بگیره بیا واسه واسه یه حرکتی میخوام تمام کنم رو هوا میتونم اینو قاش قاشش کنم قاش قاشش کن دیگه بگی بابا آه شده گوشه به کجا رسید بابا دوتاش سوخت که دوتاش سوخت یعنی چه بلش کن همین گوشه رو میرزه تو قابلمه برز 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 هر چند داشت ریخته حله دیگه چی یاد دارم اینجا این گوشه همزه کامل بنداز مثلا اش کنم حالا دوستان حالا به یه بخش خیلی 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 مهم از شعله رسیدیم که وقتی میگم درست کردنش سخته به این علته وقتی تمام حبوبات و تمام مواد مختلف رو در شعله ریختن میرسه به محلش چنبه زنه چیه؟ همون هم زدنه یک چوب بزرگ برمیدانن توی دیگ اینجوری هم بزنن هی باید هم بزنن یعنی یک دقیقه هم نباید ولش کنن همینجوری 24 ساعت باید هم بزنن چون این از باید 24 ساعت یا حتی دو روز هم باید در حال پختن باشه هرچی بیشتر بپزه خوشمزه تر میشه الان هم ما هم رسیدیم به اون محله چون بزنی که به این صورت چون بمیزنی میگم اللهم سلالهم حالا گوشت زیادی ببین آجی رو برو بر اینجوری به این صورت میگیریم آجی بار نمیتونم به اون صورت بگیم آجی هم بزنم اللهم سلالهم اینجا دیگه ما کوچیکه دیگه بزرگ ندارم دیگه حالا این شله ما برای 6 نفره ها بذار شما بزن یه بپز اومد بیا اینجا چسل جلی جلی نمیدی قرم سا آب میخوای بذار آب بریزم حل همینا رو میریزم اوکیش میشه و شله ما خیلی خوشمزه بشه افتاد بخ اینجا چیا دارم این چیه کرمه نمیدونم چی کوفتی برسوش این چیه گازه با اون بازی نکن حالا این گازو بندازم چی میشه پخته شد شله من پخته شد به 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 گوشت نه کن داره رنگش داره تغییر میکنه به 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 سس مختلفونم بریزیم خوشمزه تر بشه سس خردل سس گوجه بریز دیگه چون نمیریزی نمیریزی ها ریدم ریدم چیزی نیست چیزی نیست نگاه کن سر یه سس چیکار رفت یه واش یه واش بپز بپز آب بده آب بده یه چیز دیگه بده نمیدونم چی هستی هر چی هستی حله مایه باش مهم اینه که مایه باش شما بیا هستن شما هر چی هستی بیا مهم اینه که مایه بریزن بازش کن برید 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 حله به به خب دیگه شله من دیگه آماده رفت به 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 چه شله شله کاملا جدید ابداع از خودم تو محرم سال بعد حتما تشریف بیارن این شله رو بهتون بدم بخورن حالا خودم خود آشو چپه نشد همینجا میذارم همینجا میذارم اصلا جای نیه برمش یه کاسه بابا بشو خورش خوری بشو لا 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 من صفر گرفتم که نیفتی آه آفرین قاشق نداره اینجا خودم غذا رو تست کنم چرا نداره ملاقه رو برمی دارم آب شو اصلا ولش کن همینجا چپه میکنه تو بشقا با من برو دستو سوخت به چه شولی رفت بدم یه بدم سفارش بدم به مشتری خب بشخابو گرفته آباش نریزه نیوف خب بدم مشتری حال کنه مستر گوزوکو بیا مستر امتحانو بیارش اینو به غذا رو بخوره بگم خلاص بچه ها مخوره نشی شوله رو یا نه اصلا مرزی که ویدیو رو دیدید ریدم یک کوکی سیویلتو رو بیار اصلا نمیشه خوب درستایی بازه که درم و سرویس که نشه یک غذا درستوی درست کنم که بدیم بخوری لذت بره خلاصه دمتون گم فعلا خود دفعه است.